سلام، اسم من متانته. من یه دختر 25 سالم که تو شمال ایران زندگی میکنم. مثل خیلی از همسن و سالا منم دارم تلاش میکنم برای اینکه یک زندگی خوب برای خودم بسازم. اما این مسیر اصلا راحت نبوده. راستشو بگم، بزرگسالی اون چیزی که فکر میکردم نبود. همکنون برف، یه برفی میباره. من صابون خورده بودم، بعد داشتم میرفتم تو اتاقم که بشینم پشت کارام، بعد از این پنجره این اتاقم باز بود، بعد یونجورا چابلت دادم ماما برف. خیلی باحال بود. سلام، چطورید؟ بچه ها داره برف میاد و من کلا زبانم رو کنسل کردم. اینا ببین، این قرار ماشینا نشسته، داریم با دوستان میریم بیرون، بعد همش استرس این دارم که کم شه. خسته نباشین. باز چیمون بود؟ آه، استرس اینو دارم که برف کم شه که شد. اصلا میخواستم برم یه جا عکس بگیرم، یه پارکی جایی، ولی خیلی خوبه. من از بچگی هیچ وقت آدم صبوری نبودم. یعنی از معلمام و پدر مادرم گرفته تا همه بهم میگفتن که بابا یه لحظه صبر کن. چرا اینقدر برج و برجه میکنی؟ چرا اینقدر شیطونی؟ چرا اینقدر صبرت پایینه؟ صبر کن تا برسی به زنگ تفریح تا بتونی با بغل دستیات حرف بزنی. صبر کن تا تو حرف معلمت نپری تا ازش سوال بپرسی. و جالبه که چیزی که اخیراً در مورد خودم فهمیدم اینه که من صاعقه زود باش دارم. این یکی از ابزارهای روانشناسیه که من تو کلاس کوچینگ هم یاد گرفتم. کسایی که این صاعقه رو دارن حتما باید همه چیز سر وقت و با برنامه ریزی به خیلی سریع در سریع ترین زمانی که میتونه امکان بیفته براشون. و این همیشه تو زندگی من اذیت کرده. زندگی کردن با این حس که انگار همیشه دیرم شده برام آسون نبوده. وقتی میبینم برای یه چیزی دیر شده، مثلا اگه یه کاریو شروع کنم ممکنه اونقدر طول بکشه که نتونم نتیجهشو ببینم، ترجیح میدم که اصلا اون کارو شروع نکنم یا بذارم زیر یه کاری، یا نتونم آرزوهای بزرگتری داشته باشم، چون میگم که وقت ندارم یا نمیرسم یا
تا موقعی که من بخوام بهش برسم دیگه شرایط تغییر کرده. این همیشه به هم یه حس استرابی میداده و بعضی جاها باعث شده که زندگی مختل بشه. مثل همین چند هفته گذشته که کارهای پایان‌نامه‌ام اینقدر زیاد شدن که نمیتونستم به بقیه کارهای روزم برسم و دائما احساس بازنده بودن میکردم. نمیدونستم که از کجا شروع کنم. رسیده بودم به یک روزهایی که عملا هیچ کاری نمیکردم ولی یه عالمه کار هم داشتم. همین باعث شدش که الان این ویلاگ رو شما اینجوری ببینید. دارین یه تیکه از ویدیوهایی که از روزهای گذشته بود رو میبینین. چطوری؟ امروز جمعه است. داریم با بابا میریم بالای کوه یکم برف ببینیم دوباره. Feeling pretty good this time. I can see the leaves are smiling red and June gold. Starts moving in. It's like I'm living in the stories of old. Well, I can hear the poets calling out in the forest. They're wishing me well. And those bards of bygone times have gotten me on one road. I'm trailing on. ما پیاده شدیم اینجا یه چایی بزنیم. Melodies on my breath, I'm ready to start. I can hear the poets writing words about us. What a story they tell. بذارید باهاتون رو راست باشم. دیدید که گره خوردن کار پایان نامم جوری بهم استراب داد که همچین بقیه کارهای زندگیمو نمیتونستم به خوبی انجام بدم. آلارمی که این قضیه بهم میداد تکرار شدن شرایط سخت‌تر و باخت و کم آوردن من تو اون شرایط بود. میگفتم بابا 25 سالته دیگه باید بتونی همچین شرایطی رو هم هندل بکنی. اگر قرار باشه که همین چیز به این کوچیکی تو رو از پا در بیاره، فردا روز که مسئولیت‌های خیلی بیشتری مثل خانواده، مثل مدیریت یک کار خیلی ارزشمندتر از کار الانت، خیلی حساس‌تر از کار الانت داشته باشی و بعد یک اتفاق خیلی شدیدتر مثل مشکل پیش اومدن برای یک اعضای خانواده، برای فرزندت، برای شغلت قرار باشه اینقدر تو رو بلرزونه، اذیت بکنه، پس تو چه ارزشی تو این دنیا داری و تا الان داشتی چی کار میکردی؟ به به این میگن دل و روده ماهی سفید، ماهی نر، ماهی نر. اینم برای ماهی نره، ماهی ماده از اینا نداره. چرا چرا نداره؟ اون نیست، اونش نیست. ببین این بادکنک ماهیه که باعث میشه روی آب شناور بمونه. آه باشه، خب بس اونش کجاست؟ اونش خورده، میدونین که ماهی سفیدم فقط در دریای خزر زندگی میکنه و پرورش پیدا میکنه. ماهی زدیم به ماهی بست ماهی این دبور در خزر به جای دیگه بست نیست بگه نمیدونم.
این گفتگوهای درونی که ما با خودمون داریم از کجا میاد؟ این بایدها و نبایدهایی که برای خودمون میذاریم ریشهش کجاست؟ بایدها و نبایدهای ذهنی من بعضیاش با تو فرق میکنه، بعضیاش هم با تو مشترکه. این بایدها و نبایدها ریشهش ارزشها و باورهامونه. این ارزشها و باورهای ما چجوری شکل گرفتن؟ از خونوادمون، از مسیری که اومدیم، از جایی که زندگی کردیم، از دوستایی که تو مدرسه داشتیم، از درسایی که از زندگی یاد گرفتیم. ولی آیا همه باورهای ما درستن؟ زندگی که به تو داده شده مال توه. هر جور که دلت بخواد میتونی زندگی کنی. ولی با این حال میبینی غمگین و افسرده ای چون یه سری استانداردهایی که بر خودت گذاشتی و بهش نرسیدی. مثلا من خیلی وقتا فکر میکنم که دارم به اندازه کافی کار نمیکنم. باید بیشتر تلاش کنم. حالا وقتی یه کاری از کار پیش نمیره و به هم گره میخوره دچار احساس عذاب وجدان شدیدی میشم. نمیدونم بقیه هم این حس رو تجربه کردن یا نه، اما من بعضی وقتا اگه مثلا روزی 2 ساعت کار کرده باشم باید روز بعدش حتما 12 ساعت کار کنم تا اون رو جبران کرده باشم، و اگر این روزها پشت سر هم جمع بشن همه اون ساعتهای تلاش نکرده رو جمع میکنم و به عنوان یک چماق علیه خودم استفاده میکنم. هی چی بگم؟ راستش آرزوم این شده که بتونم احساس رضایت از خودم رو 2 هفته دووم بیارم.